خب دراز بکشین لطفا، بیاین تا انتها ببینید به همین حالتی که من رفتم کج اومدم، باسنمو چسبوندم به دیوار و بعد پاها رو بردم بالا. بعد دوباره چک کنید که حتما باسنتون تا انتها به دیوار چسبیده باشه. دستا رو هم میتونین بذارین کنار بدن، هم میتونین بذارید بالای سر، تو هر وضعیتی که راحت هستین. ولی چک کنید که حتما کل پشت و قسمت باسن به زمین و باسن به دیوار چسبیده باشه. پاشنه پا رو گذاشتم روی دیوار. حالا میخوام بین زانوامو و بین پاشنه های پامو یک مقدار فاصله بدم. تمام آگاهی و تمرکزمو ببرم روی عضلات پام و پاشنه پامو خیلی با تمرکز روی دیوار بکشم به سمت پایین تا جایی که انگشتای پام بچسبه به دیوار و بعد دوباره موقعی که میخوام ببرم بالا انگشتای پام از روی دیوار بردارم. میاد به سمت پایین، به سمت بالا. دقت کنین موقعی که پادر میاد به سمت پایین زانو خیلی تمایل داره که به سمت بیرون باز بشه، مخصوصا کسایی که زانوهاشون به حالت پرانتز هستش. هر رفت و برگشت رو یه دونه میشماریم. اگه دارید توی خونه میزنید در حین این که به حرفای من گوش میدین، هر رفت و برگشتم یه دونه لطفا. کسایی که زانوهای پرانتزی دارن و یا انحراف لگن دارن در حین حرکت خیلی دلشون میخواد که زانو، یعنی خیلی استقبال میکنه که باز شه به سمت بیرون، تمایلش به سمت بیرون هستش. میتونید دستتون رو بزنید بین زانوهاتون. حالا من سر رو بردم بالا، یه خورده حرکت سخت‌تر شد. و بعد در حالی که زانوها دست رو داره پا رو به سمت بالا و پایین حرکت بدین. تمرکز روی عضله چهار سر ران، به خاطر اینکه داریم دقیقا روی اون عضله کار میکنیم. حتما پاشنه پا میکشه میاد پایین، میره به سمت بالا. کسایی که مشکل زانو دارن تا این حدش رو میتونن انجام بدن، از اینجا به پایینش رو دیگه لطفا انجام ندن چون زیر کشکک میره توی کشش. فکر کنم اگه جوراب پاتون باشه برای انجام این حرکت بهتره که پوست پاتون روی دیوار کشیده نشه. شادی جون چند تایه؟ این الان شد 18. آها مرسی. 20. خیلی خوب. تو 20ش میخوایم نگه داریم. تو همون حالتی که پاشنه رو آوردیم پایین و انگشته پا چسبی به دیوار میخوایم نگه داریم. حالا کسایی که مشکل زانو دارن میتونن یه کوچولو پا رو بالاتر نگه دارن. خب حواستون باشه که زانوهاتون به سمت بیرون باز نشه. الان میخواییم آگاهی و تمرکز رو ببریم روی عضله باسن. تا هر جایی که میتونیم باسن رو بیاریم بالا و بعد حتما تا قسمت انتهای کمر رو بذاریم روی زمین. این همه حرکت هم به تقویت عضله های شکم و پهلوتون و کمرتون کمک میکنه، هم برای کسایی که مشکل های کمر دارن یا گودی کمر دارن، به خاطر اینکه تنه رو میبرن بالا و عضله های نگه دارنده رو مجبور میکنن که برن توی انقباض و باعث تقویتش میشن، یعنی هم به تقویت عضله کمک میکنن، همین حرکتی که میان و تا انتها یعنی تا خط باسن کمر رو میذارن روی زمین به بهبود کمردردشون خیلی کمک میکنه. میتونید دست رو توی این حرکت بالا نگه دارید که کسایی که توی قسمت توراستیکشون خمیدگی ستون فقرات به سمت جلو دارن یا به همون اسم عامیانش که بین مردم هستش قوز، وقتی که دست میره بالا کاملا حس میکنن که توی قسمت توراستیک چه فشاری میاد که خود همین فشار کمک میکنه به صاف شدن ستون فقرات. قطعا روی شماره 8 یا 9 یه فشاری رو
روی عضلات پاتون کاملا حس میکنید، یا اگه دست رو بذارین روی عضلات پا میبینید که عضلات کاملا میره توی انقباض. شاید این انقباض تا ساق پاتون هم بیاد. یادتون باشه که حتما کمر رو تا انتها بذارید روی زمین. موقع بالا اومدن اصلا زانوها به هم نزدیک نشه. اینا نکات ریزی هست که خیلی باید دقت کنید. بدن کاملا باید توی جایگاه خودش باشه. هر کدوم از اعضای بدن باید سر جای خودش باشه. اگر لگنتون اینجا هستش، در ادامه لگن باید زانوتون باشه. در ادامه زانو باید مچ پاتون باشه. نباید پاشنه ها به هم نزدیک بشه، انگشته پا از هم دور بشه. نه. هر چیزی سر جای خودش و در راستای بدن کاملا. خیلی دقت کنید به حرکت ها که به غیر از اینکه انعطاف و قدرت رو براتون داشته باشه، حتما از لحاظ اصلاح هم به بدنتون تاثیرگذار باشه. حاجیشون شد 20 خخ. حالا دوباره اگه باسنتون دور شده از دیوار، بچسبونید لطفا باسنو، چون فکر میکنم توی حرکت قبلی حتما فاصله گرفته. دستا رو ببریم بالای سر، نفس رو آزاد کنید. میخوایم یک پا رو ثابت نگه داریم روی دیوار. اگه کسی هستش که مشکل سیاتیک داره یا اینکه یه دردی رو حس میکنن از قسمت باسن تا انتهای پاشنشون، این حرکت رو لطفا انجام ندن. من برای اونام حرکت جایگزین میدم. میخوام یه پا که چسبیده روی دیوار، این پا رو از پاشنه بدون اینکه اون پا حرکت بکنه، پا رو بیاریم پایین توی زاویه 90، پا رو بذاریم روی زمین و بعد ببریم بالا. این شد برای کسایی که مشکل سیاتیک ندارن، چون باز شدن پا از بغل برای کسایی که مشکل سیاتیک دارن میتونه آسیبشون و دردشون رو خیلی بیشتر بکنه. میخوایم برای اون عزیزان اگه این مشکل رو دارن، همینجوری که پاشون چسبیده به دیوار، تمرکز رو ببرن رو عضله روی پا و پا رو بکشن به سمت صورت و دوباره بذارن روی دیوار. یعنی هم دارن عضله روی پا رو کار میکنن که تقویت بشه، هم برای شکمشون. اگه دست بزنن روی شکم کاملا حس میکنن که چه انقباضی رو دارن توی قسمت شکم. فقط حواستون باشه که باسن از دیوار جدا نشه لطفا. ما حرکت رو به این صورت انجام میدیم، پا باز میشه. اگه کسی هم هست که پاش تا اینجا میاد اشکال نداره، شما تمرکزتون رو این پا باشه که این پا باز یا بسته نشه. این میخوایم این در راستای بدن باشه. حالا اگه این تا اینجا هم باز شد هیچ اشکالی نداره، شما حرکت رو دارین قطعا درست انجام میدین، چون عضله داخل پاتون کنار زانوتون حتما داره کشیده میشه. گفتم دیگه یه بارم، دستم اگه بیسته شد، اگه دستم بالا نگه داریم کمک میکنه به صاف شدن ستون فقرات. مرسی شادی جون. بریم اون سمتو. دوباره اگه باسنتون دور شده حتما باسن رو بچسبونید. نفسم که حتما یادتون هست نفس رو باید آزاد کنید، حبس دم نباید داشته باشی. میریم اون سمتو، میذاریم روی زمین. دوباره کاملا تمرکزتون رو پای ایستاتون باشه، پا به سمت داخل کشیده نشه، پا سر جای خودشه. اگه زانوش خم مونده سعی کنید یه کوچولو دست با دستتون یه فشار خیلی ملایم فقط نگه دارید، نه اینکه بگم فشار بدین به زور صافش کنید، نه. فقط اگه زانوتون خمه، به خاطر اینکه ثبات زانوتون رو بیشتر کنید که خدای نکرده پشت زانو دچار کشیدگی نشه، فقط با دست اگر هم همینجوری پاتون خم مونده نگهش دارین. فقط نذارید که کشکک ثبات خودش رو از دست بده که خدای نکرده آسیب ببینید. ببینید مثلا من الان دارم حرکت رو برای کسی انجام میدم که نمیتونه پاشو صاف نگه داره، حتی میتونه با هر دو دست پاشو نگه داره. خودش جزو حرکت هایی هستش که خیلی کمک میکنه به انعطاف داخل پاتون برای حرکت هایی مثل 180. مرسی شادی جون. خب 20 تا که شد نفس آزاد کنید.
کف پا همجوری که به دیواره، پاها رو توی شکم نگه داریم. نفس آزاد، یه چند لحظه استراحت. خب حالا آروم همینجوری که پاهاتون خم هستش، پاها رو میخوایم ببریم اونجا توی راست بالاتر، تقریبا کنم آه نه شایدی موبایلش افتاد. بیایم روی سرشانه هامون، یعنی کمر رو میخوایم از روی زمین بلند کنیم. حالا اگه شما کمرتون اینقدر از روی زمین بلند شد، بازم هیچ اشکالی نداره. یا اگه اصلا نمیتونید کمرتون از روی زمین بلند کنید، میتونید همین الان یه کتاب یا یه وسیله‌ای که 15 سانت ارتفاع داشته باشه، میتونید زیر کمر بذارین. یا اینکه اگه مشکل مچ دست ندارین، میتونید با دستتون حتی باسن رو نگه دارین. خب پاهامو میبریم بالا، زاویه پامو میبینید، یه زاویه 90. مثلا من پامو اینجا نگه نمیدارم که کشکک زانوم بره توی انقباض یا اینکه بهش فشار وارد شه، نه، یه زاویه 90. سرمو به راست و چپ حرکت میدم ببینم توی گردنم انقباض یا فشار خیلی بیش از حد نداشته باشم. حتما عضلات پشت پام رفته توی انقباض. دست که میزنم میبینم عضله همسترینگم کاملا رفته توی انقباض. حالا دستو میبرم بالای سر، خیلی آروم توضیح بدم براتون، جای باسنتون رو کاملا درست بذارین. دقت کنید ببینید، حالا این نکته یادم افتاد، ستون فقراتتون یه سمت نباشه، باسنتون یه سمت دیگه، کاملا توی یک خط باشه. کف پاهامو گذاشتم روی دیوار، زانوامو خیلی از هم باز نکردم، کمرمو بلند کردم، کمر رو بردم بالا. گفتم بهتون میتونید زیر کمر یه وسیله مثل آجر یوگا یا مثل کتاب بذارید که کمر رو بالا نگه داره، میتونید با دست نگه دارین، اگرم که میتونید خودتون کمر رو بالا نگه دارید. خب پاهامو بردم بالا، سرمو به چپ و راست حرکت دادم که مطمئن بشم گردنم هیچ فشاری روی مهره هاش نیست. دست رو میتونید بالای سر نگه دارید، به خاطر اینکه اصلاح حتما توی قسمت توراستیک هم داشته باشید. باسنمو میکشم به سمت پایین تا جایی که انگشتای پام صاف بشه و دوباره میرم بالا، میام پایین. سعی کنید که انگشتای پاتون تقریبا شایدی هستی؟ صدات یهو الان یهو صدات اومد. میبینید عضله پشت پا کاملا رفته توی انقباض. فقط موقعی که دارید باسن رو میکشید به سمت بالا، خیلی وزن رو روی گردن نندازین. تا همین قدم حتی اگه برید بالا و بعد باسن رو بیارید پایین، باز اون فشار رو توی عضلات پشت پاتون دارید. کاملا حس میکنید که این فشار داره تا ساق پا هم میره، که کاملا درست هستش. فقط اینو داشتم میگفتم که در حین اینکه زانو میره بالا و میاد پایین، زانو خیلی تمایل داره که به سمت بیرون یا به سمت داخل نزدیک یا دور بشه. نذارید اصلا این اتفاق بیفته. هر مقداری که انگشته پاتون روی دیوار فاصله داره، بین زانواتون هم همونقدر لطفا فاصله داشته باشین. من باسنم هم وقتی میارم به زمین نمیزنم، انگشتای پام از دیوار بلند نمی کنم. یه فشار خیلی عالی داریم توی عضلات پا و باز یه حرکت خوب برای تقویت کمر. اصلا نمیخواد خیلی پاتونو به این صورت صاف کنید، نه. یه موقع هایی تا انتهای حرکت ما باید عضله رو تو حالت انقباض نگه داریم، یهو عضله رو رها نکنیم که باز بشه و از اون حالت انقباض و اون سوزشی که روی عضله داره به خاطر فشار حرکت نباید بذاریم خارج شه. یه موقع هایی بهتره که تو همون انقباض، انقباضش الان چیه؟ اینه که من پاهامو صاف نمی کنم که عضلم رها بشه، تو همون انقباض دارم حرکت رو انجام میدم که فشار کافی و عالی رو روی عضلات پشت پای من، روی فیله های من، روی ساق پا، عضله پشت پا داشته باشه.
20. خیلی خب 20 که شد برای استراحت. نفس آزاد، اول نفس آزاد، یه چند لحظه نگه دارید. فکر میکنم هنوزم باید اون کشش، فشار، سوزش و پشت پاهاتون داشته باشین. حالا دوباره اگه باسنتون دور شده، دوباره باسن رو نزدیک کنید و پاها رو صاف نگه دارین. دستا رو ببرین بالا. توی این وضعیت میخوایم استراحت کنیم. یه چند لحظه نگه دارید، نگه دارید. حالا خیلی آروم یه پا رو خم کنید لطفا. یه پا خم توی شکم. دقت کنید خیلی پاشنه پا رو هل ندین بره به سمت پایین، چون دوباره اگه زانوتون درد داشته باشه امکان داره بهش آسیب وارد بشه. یعنی کلا اگه زانوتون هم درد نداره خیلی پاشنه رو نکشید، خیلی زانو قفل نشه. توی فشار خیلی خوب ببینید تقریبا الان زانوی من کنار انگشتای پام هستش، یعنی اگه خیلی بخوام ببرمش پایین این کنار زانو خالی میشه. اینجوری چک کنید خودتون رو که زانو تو راستای انگشتای پاتون باشه. خب حالا دست رو بذارین روی پایی که خم کردین. حالا با تمرکز خیلی زیاد میخوایم این پا رو بکشیم به سمت بالا و برگردیم پایین. دوباره یه پای منه که داره میره بالا و میام، این دفعه باسن حتما میخوره به زمین. این حرکت کاملا برای عضلات کمر هستش. دقیقا این پایی که خم شده قسمت پشت پا، قسمت کمر، همین پایی که خم شده عضلاتش درگیر هست، یعنی یک سمت کمر شما و اونم سمتی که پا خم هستش عضلاتش درگیر شده. دوباره این رو چک کنید که باسنتون یه جا نباشه، تنتون یه سمت دیگه، چون معمولا توی کسایی که ستون فقراتشون انحراف داره یا انحراف های لگن دارن وقتی که میخوابن، من خیلی توی شاگردان میبینم مثلا بهشون میگم که پاتونو کج گذاشتین، مثلا میگن که نه چون نمیبینن پایین دراز کشیدن نمیبینن خودشونو، مثلا میگن فهم کنن که صافن، بعد که صافشون میکنن میگن ولی من حسم اینه که الان تازه کج شدم. به خاطر همین شما همین الان سرتون رو بیارید بالا، چک کنید که آیا شانه هاتون در راستاش لگنتون هست یا نه، یا اینکه شانه هاتون یه سمته و لگنتون یه جای دیگه. این خیلی نکاتی هست که خیلی باید دقت کنید بهشون، چون اگه همین را نخواهیم کوچیک به کوچیک توجه نکنید میتونه باعث انحراف و یا آسیب بیشتر به بدنتون بشه. حرکت هم لطفا آروم انجام بدین که باسنتون از دیوار جدا نشه. یه فشار خیلی عالی دارم دقیقا بالای باسن پای راستم توی عضله کمر، چون این پا جمعه و این پا داره اون سمتو میکشه به سمت بالا، برای همینه که سمت مخالف درگیر شده. ولی خب کمرم رو حتما میزنم زمین. باز میشه یه حرکت عالی برای کسایی که مشکل کمر درد داشتن و حرکت های تقویتی برای کمر خواسته بودن. مرسی شادی جون. پا رو جمع میکنیم اون یکی پا. دوباره چک کنید حتما خودتون و انگشتای پاتون خیلی به سمت پایین نباشه. اینکه وقتی میرید بالا چون باسن میاد بالا شما حس میکنید که اون شیبی که بهتون گفتم اتفاق افتاده، ولی وقتی که میایین پایین میبینید که کشکک پایین و کشکک کشیده نشده، این اتفاق نیست. وقتی که باسن میره بالا دیگه زیر کشکک شما کشیده نمیشه، که من میگم کسایی که مشکل زانو دارن زیر کشککشون داره کشیده میشه. چرا؟ چون باسن فاصله گرفته از زمین. این باسنه که به پاشنه نزدیک شده، پاشنه نیست که به باسن نزدیک شده. اینو لطفا دقت بکنید. توی سری از حرکت ها خیلی ربط داره، خیلی مهمه که کدوم قسمت بدن داره به کدوم قسمت بدن نزدیک میشه و کدومش میتونه آسیب داشته باشه کدومش آسیب نداره.
مرسی شادی جون. خیلی آروم نفس آزاد، هر دو پا رو جمع کنید، همین جوری که پاتون به دیواره، پاها رو به چپ و راست حرکت بدین. دیگه اشکال نداره با سرتون، هم سرد کنیم بدن رو از دیوار فاصله بگیره. پا میتونیم پاها رو به چپ و راست حرکت بدین. برگردیم و بعد لطفا نفس رو آزاد کنین، کف پاها رو، قسمت پنجه ها رو بچسبونید به دیوار، تنه رو بکشید به سمت پایین، نگه دارید لطفا یه چند لحظه. فقط پنجه پا چسبوندن به دیوار، پاشنه پام از دیوار فاصله گرفته، یه کشش خیلی خوب دارم توی قسمت کتفا، نگه دارید نگه دارید. حالا خیلی آروم 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 با دست بیاین عقب، انگشتای پا رو بذارید روی زمین، پاشنتون رو نگاه کنید از پشت، پاشنه رو به دیوار نزدیک کنید و صاف کنید پشت رو، پاشنه رو بچسبونیدش به دیوار ولی انگشتای پاتون بمونه روی زمین. باز یک کشش خیلی عالی داریم میاریم به عضلات پشت پا، به دست، سرشانه، ستون فقرات. خیلی آروم باسن زانوها رو بزنید زمین، نفس رو آزاد کنید، باسن رو بکشید روی انگشته پا، دست رو ببرید جلو، خیلی آروم سر رو به چپ و راست حرکت بدید، انقباض توی کتفا رو آزاد کنید. و بعد خیلی آروم به پشت لطفا دراز بکشید، کمر استراحت کنه، به خاطر حرکت های کمتون بدیم، پاها رو بگیریم توی شکم، یه چند لحظه پاها رو نگه داریم، بدن رو کاملا لخت و رها کنیم، بدن کاملا ریلکس، عضله ها رو دیگه از حالت انقباض خارج کنیم. خب حالا خیلی آروم شروع کنیم پاها رو بکشید توی شکم، باسن بلند شه، سعی کنید دونید توی این حرکت خیلی به چپ و راست نذارید بدنتون به چرخه، این چون دقیقا همون انحراف لگن هستش که در این حرکت مخصوصا خودشون اینجوری به چپ و راست حرکت میده، حتی شده سر رو بیارید بالا، حرکت رو کمتر انجام بدین ولی زانوها کاملا روبروی صورت بشه، یعنی شما نبینید که زانو به چپ و راست حرکت کنه، یا انگشتای پا دیدین الان من نزدیک کردم اینجوری به هم نزدیک شه، نه، هر چی سر جای خودش لطفا. خیلی آروم کف پاها رو بذارین روی زمین، پاها رو بچرخونین به سمت راست، نگه دارید، یه کشش خیلی عالی، کاملا اگه دست بزنید حس میکنین عوض کنین لطفا سمتو، سعی کنیم کف دستتون در راستای سرشانه حتما به زمین بچسبه، دوباره ببینید انقباض رو کاملا روی پا توی پهلو حس میکنید. یک بار دیگه لطفا به سمت راست.